جلال ستاری زاده 1310 در شهر رشت است. او در خانواده‌ای متوسط و نه چندان ثروتمند به دنیا آمد، اما در شهر رشت در دورانی بزرگ شد که شرایط برای او از ابتدا آماده بود تا به عشق خود نسبت به ادبیات و هنر پی ببرد. کتاب‌ها به خصوص رمان‌ها و آثار ادبی ایران و جهان از ابتدا بهترین همدم او بودند و بر برخی از آثار ادبیات قدیم از همان سالهای نوجوانی حاشیه می نوشت. در همین زمان به نقاشی کشیدن پرداخت و آموختن و نواختن ویولون را نیز آغاز کرد. پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در ایران با کولباری اولیه از فرهنگ و علاقه بالایی که به ادبیات کلاسیک ایران و اروپا داشت، راهی کشور سوئیس شد. سالهای اقامت در غربت سرشار از لحظات همنشینی و هماندیشی و تجربه نسبتاً طولانی دوستی بود در کنار دو یار هنرمند و روشنفکرش، داوود رشیدی و داریوش شایگان. بعدها هر سه یار به ایران بازگشتند و هر یک راه خود را پیش گرفتند. ستاری در سوئیس پس از تلاشی ناموفق و نچندان پیگیرانه برای ادامه موسیقی به روانشناسی روی آورد و توانست به صورت مستقیم در کلاس‌های ژان پیاژه، استاد برجسته روانشناسی، حضور یابد. جلال ستاری پس از چند سال تحصیل در سال‌های ابتدای دهه 1340 به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر استخدام شد و به زودی به دلیل آشنایی و مهارتش در زبان و شناختش از فرهنگ اروپایی و جهانی به سمت مشاور وزیر رسید که تا هنگام انقلاب این سمت را بر عهده داشت. ستاری در دوران پیش از انقلاب تأثیر مهمی در سازمان دادن به برنامه ریزی‌های فرهنگی داشت. او به عنوان مشاور وزیر فرهنگ نهایت تلاش خود را می کرد که برنامه‌های فرهنگی نظیر برگزاری جشنواره‌ها و حضور ایران در مجامع بین‌المللی به بهترین شکل ممکن به پیش برود و همچنین هنرهایی چون تئاتر، موسیقی و فیلمسازی در کشور رونق گیرند. او در طول مدت خدمتش در وزارت فرهنگ و هنر چندین بار به نمایندگی از ایران در کنفرانس‌های بین‌المللی فرهنگی حضور یافت. در سال‌های پیش از انقلاب، زمانی که ستاری برای نخستین بار آثار اندیشمندانی چون باشلار، آرتو، دومزیل و بسیاری دیگر را به فارسی ترجمه می کرد، این نام ها که امروز هم چندان در کشور ما شناخته شده نیستند، کاملا ناشناس بودند. همچون بسیاری از روشنفکران دوران خود، ستاری نیز نسبت به موقعیت غیر دموکراتیک آن دوران واقف بود، اما سعی می کرد که تمرکز خود را بر پیشبرد فرهنگ کشور قرار دهد. پس از انقلاب هرچند ستاری از کار برکنار شد، اما به دلیل پاکی و صداقتی که همواره در زندگی داشت هیچ اتهامی به او زده نشد و تصمیم گرفت به جای مهاجرت که امکان آن را داشت در ایران بماند و روی به نوشتن و ترجمه آثار فرانسوی در زمینه ادبیات و روانشناسی و اسطوره شناسی و تئاتر بیاورد. حاصل این کار مجموعه بزرگی از کتاب‌های اوست که اسطوره شناسی را به صورت جدی در ایران مطرح کردند.
افزون بر این، ستاری جزو نخستین کسانی است که شروع به نقد و تحلیل آثار ادبی و افسانه‌های کهن ایرانی و اسلامی با دیدگاه‌های مدرن ادبی و روانشناسانه کرد. برخی از اساسی‌ترین مضامینی که ستاری در طول فعالیت پربارش به آنها پرداخته را می‌توان این گونه برشمرد: مفهوم زنانگی با تأکید بر افسانه شهرزاد و هزار و یک شب و بررسی سیمای زن در فرهنگ ایران، اسطوره شناسی با ترجمه آثار مجموعه بزرگی از نویسندگان از دومزیل و باستید گرفته تا کایوا، مالینوفسکی، کراپ، کازنو، لوی استراس، الیاده و دیگران، عرفان و افسانه های ایرانی از عشق صوفیانه تا بررسی قصه های اصحاب کهف، یونس و ماهی، شیخ صنعان، اسطوره گیلگمش، سلیمان و بلقیس، سنباد بحری و آثاری از این است. در سالهای اخیر نیز چندین کتاب بسیار پر ارزش از جمله اثر معروف ژان دووینیو درباره جامعه شناسی تئاتر را به فارسی برگردانده است. همچنین در چندین اثر تجربه های دوره رضا شاهی در حوزه فرهنگ و اعزام دانشجو و سپس تجربیاتی که خود در دولت پیش از انقلاب به صورت غیر مستقیم شرکت داشت را به انتشار رسانده است. از این رو واژه خستگی ناپذیری برای جلال ستاری و توان عظیمی که صرف نوشتن و ترجمه در طول این سالها کرده است، واژه‌ای شاید به اندازه کافی گویا نباشد، زیرا او با کار و عزمی باور نکردنی عمر خود را صرف غنی ساختن فرهنگ و زبان این پهنه کرده است. زمانی که مؤسسه انسانشناسی و فرهنگ طرح اولیه پروژه انسانشناسی تاریخی فرهنگ ایران مدرن را به جلال ستاری ارائه داد، او نخستین متفکری بود که آمادگی خود را برای کمک به همه اشکال ممکن با این طرح اعلام و تا امروز به این کار ادامه داده است. هم از این رو نخستین کتاب گفتگو در مجموعه گفتگوهای این طرح در سال 1392 کتاب بزرگی بود که به گفتگو با ایشان اختصاص داشت و نشر مرکز منتشرش کرد. خواندن این کتاب تصویر انسانی صادق را نشان می‌دهد که با همه قدرت‌های فکری و گاه ضعف‌های شخصیتیش پا به عرصه زبان و فرهنگ ایران گذاشته و امروز می‌تواند به تأثیری که بر زمانه و زبان خود داشته است افتخار کند. هرچند این سرزمین همواره با ستاری مهربان نبوده و به خصوص در ابتدای انقلاب صرفاً به دلیل مشارکتی که در دستگاه وزارت فرهنگ و هنر داشته او را مورد بی‌لطفی قرار داده است، اما در سالهای اخیر تلاش بسیار زیادی انجام گرفت که این بی‌لطفی‌ها تا اندازه‌ای جبران شود. امروز یک جایزه بین‌المللی در حوزه مطالعات اسطوره‌شناسی به نام جلال ستاری بنیان گذاشته شده است که هر سال به چند پژوهشگر ارزنده این حوزه اهدا می شود. افزون بر این، از جلال ستاری تا کنون ده ها بار در مجالس و برنامه های گوناگون تقدیر به عمل آمده است. برنامه هایی که در هیچ یک از آنها حاضر نشده، زیرا بنابر طبیعت خود و به رغم ظاهری که گاه بیش از اندازه جدی و عصبی می نماید، وی شخصیتی بسیار فروتن و حتی می توان گفت گوشه‌گیر دارد که ترجیح می دهد زمان خود را با حلقه کوچکی از دوستانش بگذراند و یا آن را سخاوتمندانه در اختیار جوانان بیشماری قرار دهد که تمایل دارند با او گفتگو کرده و از تجربیاتش بهره‌مند شوند. ستاری را میتوان نمادی از سخت کوشی و کار پیوسته فکری، ادبی و پژوهشی در یک عمر گرانبار طولانی به شمار آورد و از این نظرگاه زندگی و آثار او مثال زدنی است.